یه منبعی مطلع به تقاطع گفته فرخزاد به واسطه شرکتی در دبی ارتباط با بله با سلام و درود به بینندگان گرانقدر و سخنسنج تلویزیون کانال یک و با درود به آقای گلدی میهمان گرامی، امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشید و روزگار به کامتون و طبعا ویرای جستجوی بینندگان و شنوندگان عزیز خواهی بود و حتما کارکنان رو هم لطفا در میان بگذارید. مخصوصا کارگردان برنامه همیشه ما رو سورپرایز میکنه. درود میفرستم به تمامی شما عزیزان، به شما رئیسی، به تمامی دوستان برنامه کنکاش جمعه و امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. من آقای رئیسی امیدوارم که همگی شما عزیزان هفته خوبی رو گذرانده باشید، حال خودتون و خانواده های محترمتون خوب باشه. کنکاش جمعه با اجرای من بهمن جلی از ونکوور کانادا و آقای رئیسی حشمت رئیسی از برلین آلمان، با نگاهی دقیق و روشنگرانه به مسائل مهم ایران از دید دو نسل و با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت ولی ایرانگرایانه، از شبکه کانال یک هر جمعه شب ساعت 8:30 شب به وقت تهران از طریق ماهواره‌های یوسلسات و هاتبرگ برای شما عزیزان پخش میشه که این برنامه‌ها رو بر روی اپلیکیشن شبکه کانال یک هم میتونید نگاه بکنید و همچنین بازپخشش رو از طریق کانال یوتیوب شبکه کانال یک آقای رئیسی و من میتونید پیگیری بکنید. خیلی خوشحالم آقای رئیسی که مجددا امروز در کنار شما عزیزان ایرانگرا و همچنین کارمندان عزیز شبکه کانال یک هستم که همیشه به ما مهر و محبت دارن. سپاسگزارم. خبر خاصی آقای جلدی هست دوستان؟ بله من قبل شروع برنامه داشتم همین رو عرض میکردم، یه خبر خیلی عجیبی رو من دیدم برای من گذاشتم. آها، من داشتم همین الان اینو برای شما میخوندم که بعد مثل که برنامه شروع شد، چون یه مقدارش رو حتما بینندگان عزیز شنیدن، من اینو بذارید اصلا اینو عرض بکنم که بینندگانم بدونه. یک خبرنگاری که من نمیشناسم این آدم رو، این عنوان میکنه که یه منبعی از داخل بی بی سی در لندن به اینها اطلاع داده که فریدون فرخزاد مدتها در بی بی سی لندن کار میکرده و بعد از 10 سال کار کردن در بی بی سی لندن به صورت مخفیانه و محرمانه از اونجا استفاده داده، چون یک مدارکی به دست بی بی سی لندن رسیده بوده که آقای فریدون فرخزاد با یه شرکت در دبی که در ارتباط با ایران بوده کارهای مالی و تجاری انجام میداده. و بعد وقتی که اینها این رو به آقای فریدون فرخزاد میگن، اون هم خیلی ناراحت میشه و بهش میگن که پس رو بیا استعفا بده. من در تمام این مدت زندگی هیچ وقت یک همچین چیزی رو از آقای فریدون فرخزاد نشنفتم. کسانی که آقای دکتر فریدون فرخزاد هنرمند مشهور و ایران دوست ایرانی رو میشناسن و از نزدیک با ایشون بودن میدونن ایشون به چه وضعی زندگی میکرده، میدونن محل درآمد ایشون از کجا بوده. هیچگاه آقای دکتر فریدون فرخزاد با شبکه بی بی سی نه اینکه همکاری نداشتن، بلکه هر کس به فیلم هایی که بر روی یوتیوب قرار داره و آقای فریدون فرخزاد صحبت میکنه نگاه بکنن، ببینن که چقدر ایشون دشمنی با ملکه انگلستان و این شبکه دروغ پراکنی بی بی سی داشته. این خبر یه دینه دیگه از اون خبرهای پس فسرتانه شبکه دروغ پراکنی دولت فخیمه انگلستانه. من اینطور فکر میکنم. بله، منم والا از موازش به نظر من که از متعهدترین هنرمندان ایران در باب ایرانگرایی بوده و تسلط فوق‌العاده‌ای هم به مسائل داشته، طنز بسیار بسیار گزنده و گیرایی داشته و در همه زمینه ها من فکر میکنم. و جالب اینجاست که بدونید ایشون یکی از چپ‌های متفکر بوده. بعد از تز دکتراش شما بگید تز دکتراش چی بوده؟ دکتراش به اصطلاح در رابطه با مارکسیسم و مسائل اینجوری نوشته و
برخلاف تصور ما که اون دهه 50 چگونه به این آدم نگاه میکرده شرم‌آوره. نمیتونست مثل هنر و هنر مدرن درک کنیم. هنوز پدیده شگفت بود موقع شومنی تو ایران ناشناخته بود. اولین کسی هست که شومنی رو به اصطلاح با مقیاسای استانداردهای اروپایی وارد ایران کرد. در صورت قضاوت تاریخ مردم در مورد ایشون متفاوته و اعتقاد من ایشون تا قلب مردم ایران. همه قضاوت رو در مورد فروغ فرخزاد هم توی دستاقش ناجم و مردانه زیاد کردن. حتی القاب حلید برخی هنرمندا هم بشدادن که اگر روزی شد تمام اینا رو که چه کسانی چه موضوع گیری های کردن در مورد فروغ فرخزاد خواهم کن. خب دیگه خبری دیگه نیم. بله یک سوال اینجور بود که من خدمتتون خیلی سریع عرض بکنم. خیلی بلند نوشتم، من اینو سعی کنم کوتاه بکنم. این رو یکی از افرادی که برنامه رو دنبال میکنه بر روی توییتر برای من گذاشته به صورت کامنت. اسم این کاربر هست سوالهای محترمانه از آمد نیوز. این اسم ایشونه، سوالهای محترمانه از آمد نیوز. ایشون میگن که عاجزانه از شما خواهش میکنم به حرفم گوش بدید. الان فعالین کرد و بلوچ و تمامی اپوزیسیون 90% اپوزیسیون میگن که شاهزاده بیاین و یه ائتلاف تشکیل بدن. خواهش میکنم شما بیاید این موقعیت استفاده کنید و اعلام بکنید که بیایید تمام اپوزیسیون یه نامه دست جمعی بنویسیم و از رهبری شاهزاده حمایت بکنیم و همینطور یه نامه برای سران کشورهای دنیا بفرستیم که ایشون رو به عنوان سخنگو یا رهبر اپوزیسیون ایران معرفی بکنه و این نامه رو به امضای حداقل 500 نفر از افراد سرشناس سیاسی برسونید و در نتیجه به این ترتیب به ایشون کمک بکنید که بتونن وارد این فعالیت ائتلاف اپوزیسیون بشن. و خواهش میکنم که شما خودتون شروع بکنید و این متن رو خود شما تهیه بکنید. شما چه فکر میکنید آقای رئیسی در پاسخ این دوست عزیزی که اینو فرستاده؟ والا من هر چقدر فکر میکنم این که هیچ وقت آرزو نمیکردم جای شاهزاده باشه. چرا؟ برای اینکه اولا طرفدارانش بسیار تو طیف سلطنت طلب و این طیف رو میگه راست توند رو. بله نه خیلی هاشون اینا به شدت انسان های حسودی هستن. شاید تحجب کنید، یعنی کافیه که شاهزاده به اصطلاح یه توجه بیشتری حالا به دلیل دانش یا اندیشه یا فکر یا تجربه یه فرد بهش داشته باشه که بخواد از مشورت بیشترشون استفاده کنه یا برو توجه باشه. تمام اون طیف متحد میشن که این رو بزن. یعنی این چیده حرمسرای ناصرالدین شاه که اگر یک فردی مورد توجه ناصرالدین شاه بود بقیه جمع میشدن که این رو بزن، فکر بد به چیز دیگه نبود. و به همین دلیل این حسادت عامل شدید تفرقه ایناست. حتی پول دادن کمک مالی کردن هم بی‌دریغ نیست ایشون از طرف این طرف دارش. همیشه فکر میکنن مورد توجه ویژه سیاسی باید قرار بگیرم. درسته که تو طیف چپی که ما سابق بوده اونا بیدریق اگر کمک میکردن پول میدادن بیدریق بوده، توقعی نداشتن که جز رده های بالای حزب سیاسی قرار بگیرن. بعد برمیگرده به فاز بیرونی. تا اونجا که من رصد کردم همه میخوان، همه این گروه ها و جریانات سیاسی درجه نزدیکی و دوریشون در صورت ایشون این است که میخوان استفاده یا سوء استفاده ابزاری ازش بکنن. هیچ باوری بهش ندارم. تا حالا اینجوری رصد کردم. و یه سری
شرط هایی هم میذارن که هیچ انسان سیاسی تن به اون نمیده، چون در صورت میدان مبارزه برای همه بازه. مثل این مونه که حالا مثال بزنم، تو اسطواری بگید یک بابای بیاد بگه یا عده‌ای بیاد بگن پیش شرط شرکت ما در این مسابقه چی هست که اون اسب سرکش آقا کاری بکنی زیاد ندوه یا مطابق هم سطح ما بوده، یه نوع تساوی طلبی غیر متعارف هست یا خواهانش هستن، بیشترم استفاده ابزاری. به همین دلیل من اگه جایشون بودم تا این سالهای دورانی طبیعیه که اعتمادم به این جریانات خیلی کاهش پیدا کنم و سخت برام که دیگه در این پیمان شکنی های متعدد که دیدم یا سوء استفاده هایی که دیدم اینها دوباره به آدم های دیگه چیکار بکنم اعتماد کنم. یعنی من اگه جایی بودم اصل رو بر براءت نمیذاشتم، اصل رو بر مجرمیت میذاشتم. خب که این وقتی که نظیم شه چه هدفی داره، چه مقصودی داره؟ آخرین ضربه هم که من فکر کنم خون خورده که خود شما اینجا با جزئیات اون رو تشریح کردید و به اصطلاح امیدهای زیادی هم برانگیخته بود و چنین ضربه خورده سنگین بوده به اعتمادم، یعنی میتونست کاملا سنگین باشه که یه سیاست مدار دیگه واقعا نسبت به این اپوزیسیون شدیدن به اعتماد کنه. به همین دلیل اینا اگر واقعا صادق هستن در این حرف، در این سخنان، این شیورم نمیپسندم که حالا در تنگنا قرار گرفتن، همه امیدها رو بمون بستن. حالا اگه واقعا امید بود من اوکی میگفتم اوکی، ولی باز اینا چون به تنگنا رسیدن دور سراغی رفتن. حالا به همین دلیل من یه مرتبه بهشون گفتم آقا شما فرا حزبی، فرا گروهی، فرا جنایی اگر میخوایی نقش بازی کنید تو تاریخ به عنوان شخصیت ملی و بین المللی چیز کن و خودت وارد آلودگی های تاریخاً شکل گرفته تو این مردم، تو این اپوزیسیون، تو این سیاسی کارا نکن. اتفاقا پاسخ هم میده مردم هم میبینید که توی حرکت های داخل چگونه رفتار میکنه. از طرف دیگه به اصطلاح اینا که بهش احتیاج دارن بهش آقا تو خارج کشور از درست کردن بی معنا سایدن، نه اینکه اجازه یه جمله تمام کنم، مثلا حزب بدون پایگاه اجتماعی اصلا حزب نیست، اسمش حزب نیست. شما میتونید 50 نفر آدم نخبه جمع بشید، این پیش شرط حزبه، ولی وقتی میشه حزب که پایگاه اجتماعی داشته باشید. مثلا جبهه ملی 10 تا حزب داشت ولی هیچ کدومشون پایگاه اجتماعی نداشتن، اصلا نیشش نه اینه که حزب فلان حزب بهمان مثلا نرفتن کارگرا رو سازمان بدن، نرفتن دهخانه رو سازمان، نرفتن روشن فکر رو سازمان بدن که نیروی اجتماعی پشت اینا باشه، شخصیت محوری کردن، اعضاب شخصیت محور بودن، از اعضاب توده محور نبودن. حالا اینا دیدن خب هیچ کارن، حالا میخوان پایگاه اجتماعی رو مصادره کنن، مصادره به مطلوب. و همه دلیل الان این بحث دیگه ای هست، امروز بحث دیگه ای داشتیم. بله بحث خیلی مهمی بگذاره اونشون بگذاره اینا مشکلات خودشون حل کنن، مشکلات خودشون سرریز نکنن. اینا من خود بهنم فردا اگه خوشون لب بگ بگه حالا بیاد میان این همه گرگا که بجون هم افتاده چی کار کنه، از الان قابل پیشبینی آدم دیوانه میشه. اینا مشکلاتشون هم بین خودشون هیچ کس حل نکرده، خود سلطنت ما مشکلاتشون حل نکرده. بله
شما کاملا صحیح میفرمایید. یه نکته بسیار مهمی که تمامی دوستانی که به این نحو فکر میکنن یا بین خودشون صحبت میکنن و توجه داشته باشن این است که اولا حزب سیاسی در خارج از کشور وجود نداره. همه اینهایی رو که میبینید اینها تقریبا کلوب‌های دوستانه است. یک افرادی که ناراضی هستند به دور هم دیگه در یک کلوبی جمع شدن، هفته یه بارم مثلا برنامه میذارن و حالا جدیدن هم که با این تکنولوژی که فراهم شده هر کسی یه دوربین هم میذاره، همون جلسه رو که با هم میشستن قهوه و چای میخوردن کردن تبدیل کردن به برنامه تلویزیونی. این در مورد احزاب خارج از کشور. در داخل کشور اصلا حزبی وجود نداره و اینهایی که به عنوان حزب میان فعالیت میکنن اینها تمامی رؤساشون پرونده های امنیتی دارن، افسران امنیتی بر روی پرونده های اینا هفتگی نظارت میکنه و اینا در آخر هر هفته گزارش فعالیت های سیاسیشون رو باید به افسرهای پرونده شون بدن. اگر که پنجشنبه بعد از اون گزارش ندن میدونن جمعه صبح با ماشین میان ساعت 4 صبح اینا رو برمیدارن میبرنشون و اینا هم همه در یه سنایی قرار دارن که اصلا رفتن به زندان و اینا براشون بسیار مشکله، اصلا شرایط زندگی براشون در اونجا فراهم نیست. اینا همه دعوا دارن، وقت پزشکی دارن، جراحی دارن، اینا یه فعالیت خیلی محدودی رو دنبال میکنن در اونجا. و من اینو عرض کردم برای اینکه آقای رئیسی دو روز پیش من دیدم اینها یه اعلامیه مثلا جبهه ملی، اونم مثلا یه افرادی مثل آقای داوود هرمینداس باوند و آقای کوروش زعیم و آقای کوروش زعیم که شما دو هفته پیش در موردش صحبت کردید چه داستان سرایی هایی میکرد و اینا، من اینجوری میشم دواشو زیاد مصرف کرده بود یا دوا مصرف نکرده بود اون روز که این دچار همچین توهماتی شده بود. و یا مثلا آقای داوود هرمینداس باوند که اون صحبت های فوق العاده سخیف در مورد تقسیم کردن دریای مازندران بین پنج کشور گرفتن یه سهم 20% رو اصلا ایشون اسباب تشویقش در داخل وزارت خارجه شد، چون ایشون کارمند سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده آقای هرمینداس باوند و ایشون اصلا به وجود آورنده یه همچین افکاری در داخل وزارت خارجه بود که حالا من امروز صحبت میکنم در موردش و پاسخ ایشون رو 8 سال پیش من به ایشون پاسخشون رو دادم، ولی ایشون همیشه روشون رو برکردن مثل اینی که کسی بهشون پاسخ ندادن که این صحبتایی که ایشون کردن غیر حقوقی و غیر ایرانگرایانه است. اینها اومدن یه اعلامیه‌ای دادن که آی جوانان، حالا تا الان خارجی‌ها میگفتن ایرانی ها بیا به ما بپیوندید، این جالبه، اینها اعلامیه دادن که بیایید ما داریم یک شورای نخبگان سیاسی ایران تشکیل میدیم، تمام نخبگان سیاسی خارج از ایران بیایید عضو این شورای بشید که جبهه ملی داره تشکیل میده، اونم مثلا با هدایت افرادی مثل داوود هرمینداس باوند و کوروش زعیم و اینها. من نمیدونم واقعا کدام انسان ایرانگرا و عاقلی که نخبه سیاسی هم باشه اصلا اصلا میاد بره خودش رو درگیر یه همچین کارهایی اونم با یه همچین افرادی بکنه. من فقط این نکته رو میخواستم عرض بکنم در مورد برنامه‌ای که امروز واقعا دو نکته خیلی مهم هست در موردش صحبت بکنیم. یکی مسئله دریای مازندران که خیلی ها صحبت میکنن، مخصوصا افرادی که من میبینم اینها از چگونگی تولید شیر مرغ برنامه‌های تلویزیونی تولید دارن میکنن تا حل و فصل پیچیده‌ترین مسائل حقوق بین‌الملل. و واقعا بعضی هاشون من میدونم اینا قصدشون و قرضی ندارن، ولی گونه ای که صحبت میکنن اگه شما این آدم رو نشناسید بگوید این چه آدم شارلاتانیه، از کدوم سازمان اطلاعاتی امنیتی یا از کدوم دولت خارجی به این پول دادن بیاد بشینه همچین حرفایی بزنه، در که اینا یک قرون هم بهشون ندادن. به قول یک از دوستان بعضیا پول میگیرن نوکری میکنن، بعضی اصلا نوکر بیجیر مواجبه، اصلا سیستم ساختار ذهنی و فکریشون به گونه ای شکل گرفته که اینها چشم باز ندارن که مسئله نگاه بکنن یا حداقل انقدر احساس مسئولیت نمی کنن که برن در هر شهری که زندگی میکنن با یه استادی در یه دانشگاهی که نزدیک خونشون هست یه صحبت بکنن قبل از اینکه بیان یه همچین صحبت و حرفای سخیفی بزنن در مورد نه فقط دریای مازندران، همه مسائل آب در خلیج فارس، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، همه چیز. و نکته دومی که امروز میخوایم صحبت بکنیم تشکیل اون دفتر اقدام ایران هست که در وزارت خارجه امریکا تشکیل شده.
شما کدوم رو مایل هستید ابتداشی رو بکنیم؟ اون تشکیل دفتر اقدام ایران در وزارت خارجه امریکا یا دریای مازندران آقای رئیسی؟ با توجه به محدودیت وقت من دومی رو ترجیح میدم چون به روز گرچه اونم حتما بهش میپردازیم. خب شما صحبت از این دفتر کردید. این اقدام به اصطلاح با اطلاعاتی که من داشتم باستابم دادم وزارت خارجه شعبه داره که به این مسائل میپردازه. در بعد از اون کنفرانس واشنگتن یه گروه ویژه تری شکل گرفت از ایرانی ها که در صورت مثل که امنیتی تر بودن و تونستن سران جبهه حزب دموکرات و کومله رو به اون میزه به اصطلاح و وزارت خارجه بکشون. و روی مسئله پیشمرگه هم خیلی مکس کردن توی سال بیاد باشه. بعد شنیدم اون فرد که مسئولین دفتر بوده جز دیپلومات های ارشد به اربیل منتقل شده و بعد از اون عملیات رسمی حزب دموکرات کردستان ایران آغاز شد که دو عملیات نظامی صورت گرفت، یکی به نام پژاک و دومی به نام خود حزب دموکرات که در منطقه آذربایجان قرنی قشنویه و اون مناطق بوده که کمین گذاشته بودن برای شما مثل که جمهوری اسلامی هم حساس شد کمین گذاشتن. 12 نفر از اونا رو کشتن، اسلحه های متعددی گرفتن، تعدادی فرار کردن، تعدادی زخمی شدن، دستگیر شدن و الاخر. حالا با توجه به ابعاد فعالیت های آمریکا که کاملا به نظر میرسه اقدامات براندازانه است، یاد اینکه این دولت آمریکا سردرگم شدید میخواد فشار بیاره و از این طرف تقاضای ملاقات میکنه، این تناقض رو چجوری یا اینا رو میخواد عرب فشار قرار بده برای ترسوندن و مرعوب کردن و یا سردرگمی است دیگه. ولی در صورت این سیاست های قبلا آمریکا خوشه داشت، یعنی چماق و شیرینی یا هویج رو با هم میگرفت، الان مثل که هویجا ته کشیده همه چماقه. یعنی من هیچ هویجی رو نمیبینم دیگه، برعکس چینیا هویجشون خیلی بزرگه، یعنی با پیشنهادات دلفریبانه میاد. البته پولدار هم هستن چینیا، حسادت هم نکنید. چماقه و این سیاست چماقی خیلی هزینه داره میاره برای آمریکا، چون یه چیز روشنه، دشمنا یا افراد موقعی که میترسن با هم زود متحد میشن، سریع متحد میشن و این باعث یه سری ائتلاف ها و اتحادات عجیب شد. همین تهدیدات ترکیه رو به سمتی برده که عضو ناتو هست اسمن، ولی الان کاملا مثلث تهران آنکارا موسکو مطمئنن بسته شد و نشست بعدیشون هم توی سپتامبر توی چیز هست. ترکیه هم به شدت احساس ترس میکنه، اونا هم احساس میکنه که سیاست براندازی داره آمریکا، سیاست حل مشکلات نداره. حتی سفیر آمریکا در سفیر ترکیه در آمریکا تقاضای ملاقات کرد، ملاقات بهش ندادن. این برای یک همپیمان عضو ناتو، یعنی با این کار ناتو بی ناتو، یعنی چنین رفتار غیر احترام آمیزی اصلا در برخورد با دشمنان هم صورت نمیگیره. و بگذاریم با توجه به اینها که اونام به سرعت خود همین پیده دریای خزر هم اونان یک اقدام در درجه اول امنیتی ترقیش کنید، هنوز مسئله دیگهش باقی مانده. یک صرفا امنیتی پیشگیرانه است که محورش هم روی ایران و روسیه است. چون این دوتا احساس خطر کرد.
ترکیه هم شدیداً فشار آورد روی آذربایجان، چون نفوذ داره تو آذربایجان، توی مناطق ترک تبار مثل ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، حتی ازبکای شمال افغانستان نفوذ داره. اینا فشار آورد که تسریع بشه ایران، در رتبند هم تسریع شد. حالا با توجه به اینا نمیدونم این آمریکا این اقداماتش چه سرانجامی پیدا میکنه و به کجا میکشه. نظر شما رو بخواستم. من قبل از اینکه نظرم رو عرض بکنم، اجازه بدید یک مصاحبه‌ای که آقای براین هوک، مسئول این دفتر اقدام ایران که در وزارت خارجه تأسیس شده و دیروز اعلام شد از طریق وزارت خارجه امریکا که این دفتر مشغول به کار هست، رو عرض بکنم. دیروز آقای براین هوک در داخل وزارت خارجه امریکا با خبرنگاران امریکایی یک مصاحبه ای انجام داده. این مصاحبه بر روی سایت وزارت خارجه امریکا قرار داره. من الان دارم از روی خود سایت وزارت خارجه امریکا اینو خدمت می‌کنم. اولا قبل از هر چیز من عرض کنم، آقای براین هوک کسانی که با سیستم وزارت خارجه امریکا آشنا هستند و دیپلمات‌های با سابقه امریکایی رو می‌شناسن، بسیار شناخته شده است. آقای براین هوک یکی از دیپلمات‌های بسیار قوی و پر سابقه وزارت خارجه امریکا است. ایشون یکی از نخبگان دیپلمات امریکایی هست و جایگاهی که الان ایشون دارن، حتی قبل از اینکه این دفتر تشکیل بشه، به عنوان مغز استراتژیک در وزارت خارجه امریکا و یکی از قابل اعتمادترین دیپلمات‌های امریکایی که پومپئو به حرفاش گوش میکنه، یعنی بین دیپلمات‌هایی که در داخل وزارت خارجه امریکا هست، از زمانی که آقای ترامپ اومدن برای رئیس جمهور شدن، یک تنش شدیدی وجود داشت. به دو دسته کامل تقسیم شدن. یه عده شدن طرفدارای دموکرات‌ها، یه عده شدن طرفدار جمهوری‌خواها. و یه تعداد خیلی کمی در اونجا بودن که اینها طرفدار ترامپ بودن. و من اینو تکرار بکنم باز، طرفداران جمهوری‌خواه لزوما طرفدار ترامپ نیستن، چون بسیار کارهایی که آقای ترامپ انجام میده جمهوری‌خواه باش موافق نیستن. این آقای براین هوک جزء نخبه های وزارت خارجه امریکا است و جزء کسایی که پومپئو بهش اعتماد میکنه و تقریبا میشه گفت که گوش پومپئو رو دستش داره و آقای پومپئو در تصمیم گیری سیاست خارجیش همیشه با این آقای براین هوک صلح و مشورت انجام میده. یه همچین کسی رو آوردن بعد گذاشتن بر سر یک تیمی که تشکیل شده به اسم تیم اقدام ایران. قرار دادن یک همچین فردی بلند پایه‌ای در وزارت خارجه امریکا بر سر یک تیمی که اینجوری که اینها میگن کار خیلی مهمی نباید انجام بده، چون اینجوری که در اینجا عنوان شده، آقای براین هوک دارن اعلام میکنن که به درخواست آقای پومپئو این دفتر تشکیل شده تا مسائل امنیت ملی امریکا رو با شرکاش در ارتباط با ایران بتونه هماهنگ بکنه و مسائلی که در داخل ایران و خارج از ایران در ارتباط با ایران رخ میده هر روز اینها رو پیگیری بکنه و در ارتباط با اون یک استراتژی برای مقامات دولتی امریکا تهیه بکنه و هدف کلی این دفتر یا این تیم رو هم اعلام کنه که محدود کردن فروش نفت جمهوری اسلامی است. خب برای انجام یک چنین کاری شما واقعا نیاز به یک فرد نخبه‌ای مثل آقای براین هوک ندارید. شما هر کارمند میان رتبه‌ای وزارت خارجه آمریکا همچین کاری میتونه انجام بده. اینی که یک همچین فرد بلند رتبه‌ای رو بر سر یک این تیم گذاشتن، این یک مقدار به نظر من با هدفی که اعلام میکنن که قراره این تیم انجام بده جور در نمیاد و این من فکر میکنم که مسئولیت این تیم خیلی بیشتر از اون چیزی هست که اینها اومدن و اعلام میکنن که فقط محدود کردن فروش نفته. یه نکته دیگه هم که در مورد اینکه ایران رو بترسونه یا جمهوری اسلامی رو بترسونه، من اینو عرض بکنم، واقعا من کاری که الان دارم میبینم دولت امریکا انجام میده دیگه از اون مرحله ایجاد ترس گذشته، چون شما تا یک مرحله لازم هست که طرف مقابل رو بترسونید، ولی بعد از مثل گربه شما این اگه بذارید دیگه گوشه اتاق اگه خیلی بترسونیش اینکه برمیگرده شروع کنه پنجره زدن به صورتتون. و اینها دیپلمات‌ها و مدیران بسیار با تجربه هستن و میدونن تا چه میزان ترس رو
تزریق بکنن به دشمن که جمهوری اسلامی هست، و بعد در کجا دیگه مرز رو نگه بدارن که از ایجاد هر گونه تنش یا درگیری جلوگیری بشه. کارهایی که من دارم میبینم انجام میشه آقای رئیسی به اعتقاد من در یک صحنه بزرگتری از خاورمیانه است و این فقط محدود به ایران نیست. من چیزهایی که با خاطر میارم از سال گذشته که با دو نفر از افرادی که در کاخ سفید فعالیت میکردن و ما در یه جلسات صحبت اینها رو گوش میکردیم و جلسه بحث گفتگو بود، چیزی که مطرح شد در اونجا من میتونم الان با تمام عزیزان ایرانگره که دارن برنامه رو دنبال میکنن در میون بذارم که هدف اینها این بود که سیاست خارجی امریکا رو که در طول 40 سال گذشته انجام گرفته 180 درجه تغییر بدن. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که اینها معتقد بودن از اواخر دهه 70 سیاست خارجی امریکا در حمایت از گروه‌های اسلامی شکل گرفت که بیان با استفاده از گروه‌های اسلامی و مسلح کردن آموزش دادنشون در اون جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی امریکا، اتحاد جماهیر شوروی رو از آب‌های گرم خلیج فارس و اقیانوس هند و دریای مدیترانه عقب نگه دارن. این هدف اینها بود. خب این نقشه تا یه مقداری عمل کرد، ولی بعد از یه مدتی هم این نقشه به قول خود امریکایی‌ها بک‌فایر کرد، یعنی آتشش دامن خودشون رو هم گرفت. و این آقای ترامپ و استراتژیستایی که دور برش هستن، اینها به دنبال این هستن که تمام اون طرح استراتژی که پایه سیاست خارجی امریکا هست در خاورمیانه و در ارتباط با اروپا رو تغییر بدن. یعنی از حمایت از این گروه‌ها و دولت‌های اسلامگرا دوری بکنن و اصلا سیستم رو تغییر بدن، برگردونن به یک نوع سیستمی که غیر مذهبی باشه و همچنین ضد غرب نباشه و مایل به همکاری با دولت امریکا باشه برای تامین منافع بلند مدت امریکا. یعنی این سه تا مسئله رو اینا خیلی تاکید داشتن: غیر مذهبی باشه، اسلامگرا نباشه، دوم این بر ضد امریکا نباشه، ایدئولوژی ضد امریکایی نداشته باشه، و سوم هم با همکاری بکنه در اون سیاست سازی های امریکا. خب این چیزی که من دارم میبینم آقای براین هوکنون داره میگه، این در اون مسئله که اونجا مطرح شد تعریفش حالا مشخص میشه که اینها واقعا به دنبال تغییر نظام هستن در جمهوری اسلامی، و نه فقط در جمهوری اسلامی، همونجور که شما گفتید حتی در ترکیه، که اونقدر از خوب وحشت در ترکیه شده که اینها که دو سال پیش جت جنگنده روسیه رو در خاک ترکیه ساقط کردن که اصلا تا اون مرحله پیش رفت که همه فکر کردن دیگه الان آقای پوتین دستور حمله به ترکیه میده و یک جنگ تمام عیار بین روسیه و ترکیه ایجاد میشه، الان تقریبا قربون صدقه آقای پوتین داره میره این آقای اردوان، و تقریبا میدونه که حفظ قدرتش فقط منوط به تایید آقای پوتینه. همین در این هفته چند نفر از وزرای آقای اردوان در ترکیه رو دولت امریکا در لیست تحریم اقتصادی قرار داد. این یعنی در اون مرحله سیاست اعمالی بر ضد دولت ترکیه عمل کردن، یعنی سیاست گفتاری چیزی نمیگه دولت امریکا، ولی اون چیزی که اصل و مهم هست که سیاست اعمالیه که شما همیشه بهش تاکید دارید، اینو داره نشون میده که اینها آقای اردوان رو تایید نمیکنن و بلکه حتی بر ضدش هستن. یک مسئله که اینجا این آقای براین هوک عنوان کرده که من خیلی لازم میدونم این رو عنوان بکنم اینجا هست که ایشون میگه وظیفه این دفتر این هست که روابط حمایت و استراتژیک با متحدینمون رو بسازه، و در همین ارتباط من دیروز در لندن بودم و با عالی‌ترین مقامات فرانسه، آلمان و انگلستان یک دیسکاشن پروداکتیو داشتیم، یک صحبت‌های خیلی پربار داشتیم در مورد ایران. شما این رو در هیچ کدوم از خبرگزاری‌ها ندیدید اعلام بشه. من تنها جایی که این خبر رو دیدم الان روی سایت وزارت خارجه امریکاست که ایشون میگه دیروز، یعنی این صحبت دیروز انجام شده 16 هم، یعنی ایشون روز 15 آگست در لندن با فرانسه، آلمان و انگلستان مقامات بلند رتبه، یعنی کسایی که هم ردیف خودشن، یعنی کسانی که در حد ایشون هستن که گوش وزیر خارجه اون کشورها دستشونه و با اونا صحبت میکنن،
مذاکرات خیلی پربار در مورد ایران داشته. این به صورت خیلی خلاصه چیزی هست که من میتونم خدمتتون عرض بکنم در ارتباط با تشکیل شدن این دفتر و در ارتباط با اینکه این آقای برایان هوک اصلا چه آدمی هست و چگونه داره کار میکنه. یارو خوبه چون اهمیت داشت. ولی خب از طرف دیگه هم این تهدیدات آمریکا و مسائلی که به وجود آورد تو خاورمیانه، سران مسکو، آنکارا، آلمان و فرانسه رو به شدت به هم نزدیک کرده در رابطه با مسئله سوریه عنوانشه. ولی بحران ترکیه به شدت مورد توجه اروپایی ها و بخصوص آلمان هاست، چون در صورت سرمایه گذاری های هنگفتی بانک های آلمان توی ترکیه کردن، سقوط اقتصاد ترکیه سرایت میکنه به اروپا و بخصوص به آلمان و تمام شرکت های بزرگ آلمانی اونجا بسیار فعال بانک ها. به خاطر همینم در صورت امیر قطر 15 میلیارد بلافاصله سرمایه گذاری کرد که از جلوگیری کنم و 6% هم به اصطلاح تأثیر گذاشت روی ارزش پول ترکیه. بگذارم، اما این مسئله رو خب حتما دنبال میکنیم. خب توی هفته گذشته باز انگلیس کار دستمون داد، از قول یک آقای به نام سفروف آمد و مطلبی رو مطرح کرد و تعجب کردم از این ایرانی ها که هنوز هم انگلیس میتونه اینا را کاملا تحریک کن، شدید هم تحریک کن. و خلاصه همه افتادم که آقا قرارداد 1921 به 1940 50-50 بوده و ایران داره جمهوری اسلامی، از یه طرف میگن جمهوری اسلامی زیاده خواهی میکنه تو خاورمیانه، داره امپراتوری شیعه تشکیل میده، فلان میده، سوریه رو خورده، عراق رو خورده، یمن رو خورده، لبنان رو خورده، این یعو حراس‌انگیز که اینم قلوب البته اونجا هم برای اهداف سیاسی کار میکنه. از یه طرف میگه اونجا رو فروخته. من نمیدونم این تناقض رو که این زیاده خواه هست، امپراتوری شیعه میخواد تشکیل بده و به ادعای ارضی قطعا روی آذربایجان داره، برای که شیعه هستن و دومی کشور شیعه جهان هم هست آذربایجان، از لحاظ جمعیت شیعهش این تناقض داره. در واقع قرارداد 1921 و عهدنامه 1940 مبنای روابط ایران و شوروی قرار گرفت. در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه این مسئله کاملا پیش میره. بعد از جریانی که موسوم به کودتای 28 مرداد پیوستن ایران اردوی غرب و رفتن توی سنتو، اینجا انگلیسی ها یک کلکی هم زدن که گفتن شما بیاین تو سنتو که روسا به شدت تحریک شدن، عصبانی شدن که چون بر پایه مواد 5-6 عهدنامه 1921 اینا به اصطلاح این حق داده شده که اگر دخالت خارجی تو ایران باشه اونا مداخله مستقیم خواهند کرد. این تو عهدنامه است. آره انگلیسی ها اومدن گفتن که خب شما بیاین ما بحرین رو به شما میدیم. این داستان بحرین از اینجا شروع میشه که ما نسنجیده جز استان چهاردام اعلام کردیم و و و و، ولی گفتاری بوده، هیچ سندی امضا نشد. بعدم چیز کردن که بحرین از دست رفت، نمیدونم پشت قضیه چی بوده و از عملا اعمال حاکم ما حق حاکمیت حق مالکیت داشتیم ولی حق حاکمیت یعنی نتوسیم حاکمتون اعمال کنیم. در صورت این عهدنامه 1921 هم به نظرم بیشه از آن که به مسئله بیشتر امنیتیه تا یه عهدنامه چیز. و با توجه به اینها در صورت عهدنامه 1921-40 طول سواحل مبنای تقسیم دریای خزر نکرده، وگرنه سهم ایران در آن زمان هم خط فرضی آستارا و سنگولی بوده. اما در عهدنامه 1940 10 مایل سواحل رو انصارا اعلام کردن و ما بقیه رو به صورت
مشترک و مشاق در نظر گرفتم و با توجه به اینها و اینکه اساسا همونجوری که آقای ارمیداش باوندم مطرح کرده بود که به دیوان بین الملل لاحه اینجا به اصطلاح مراجعه بکنیم حداقل 20 درصدی رو میگیریم. اساسا میخواستم ببینم که چه تفاوت عدالت داخلی به عدالت بین المللی داره. همونطور که حقوق دارم معتقدم عدالت بین المللی مشابه عدالت داخلی نیست که چیز بکنه، اونجا بر پایه قانون و بر پایه انصاف مثلا و به همین دلیل طرفین در عدالت بین المللی دولت ها هستن و باز این دولت ها هستن که توسل به طرق حل فصل قضایی و غیر قضایی رو دنبال میکنه. اساسا این پرونده استعداد اون رو داره که به دیوان عالی بین المللی بعد دیوان عالی بین المللی به اصطلاح بر پایه قوانین بین المللی عمل باید بکنه یا خودش میتونه قانون خلق کنه. قوانین بین المللی هم در مورد دریای خزر در مورد دریاها حقوق هست، در مورد دریاچه ها دریای بسته در صورت حقوقی من ندیدم یا تأکیدی نکرد. شما نظرتون اساسا نسبت به این فضایی که درست شده و اینکه بهترین حالت ایران چی هست صحبت کنید لطفا. حتما، چون با خیلی کمه. من همیشه به تمام عزیزانی که دارن برنامه رو دنبال میکنم عرض میکنم که قرار شده چهارشنبه آینده در اون میزگردی که هست از من هم دعوت شد به دلیلی که آقای رئیسی عنوان کردن و اسم من رو آوردن در اونجا شرکت بکنه و در مورد مسائل دریای مازندران به صورت خیلی دقیق و مشکافانه تمام مسئله عرض بکنم. من اینجا فقط خیلی کلی چند تا نکته رو عرض میکنم. نخست این که مادر تمام این رژیم حقوقی دریای خزر قرارداد 1921 بین آقای لنین و دولت شاهنشاهی ایران. و من چرا این عرض میکنم آقای لنین؟ برای اینکه در آن زمان افکاری که در کشور اتحاد جمهوری شوروی وجود داشت یک افکار آزادی خواهانه بود. خود آقای لنین یک فرد آزادی خواه بود و اصلا شما متن این قرارداد نگاه میکنید شما میبینید جدای از اینکه توجه زیادی در این متن شده به اینکه اون روسهای سفید رو ایران بهشون کمک نکنه، بهشون پناه نده، بهشون اجازه نده از خاکهای ایران به اتحاد جمهوری شوروی حمله بکنه، ولی اصولا آقای لنین به سفارش شخص آقای لنین، این ثبت تاریخی شده، به سفارش شخص آقای لنین تمام تلاش در قرارداد 1921 این بوده که سعادت آینده مردم ایران تضمین بشه و اون قراردادهای ظالمانه و جابرانه‌ای که تزاری روسیه با ایران بسته بود و به ایران تحمیل کرده بود همه لغو بشه. یعنی روح حاکم بر رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس تامین سعادت آینده ملت ایرانه. بنابراین من به عنوان یه حقوقدان در همین جا عرض میکنم به تمام این بچه هایی که در دفتر حقوقی وزارت خارجه هستن، مخصوصا بچه های قدیمی که همه هم دوره های من هستن، تمام شما دوستان بچه ها، شمایی که در اداره حقوقی وزارت خارجه هستی، شمایی که الان من میدونم بعد از گذشت این همه سال حتما در پست های بسیار بالای دیپلماتیک وزارت خارجه هستی، ما همه همدیگر رو در دوران دانشگاهی با هم همدوره بودیم، این رو بهش توجه بکنید. من به شما عرض میکنم بسیار حقوقدانان قدیمی ما در اداره حقوقی وزارت خارجه داریم، اگر این آقایون سیاستمداری که به مسائل حقوقی اطلاع ندارن اجازه بدن دفتر حقوقی وزارت خارجه کار خودش رو به صورت اون جوری که قرار هست انجام بده انجام بده، روح حاکم بر رژیم حقوقی دریای مازندران بر اساس تامین سعادت آینده مردم ایرانه و بر اساس ایجاد رابطه دوستی و تفاهم آمیز و این بعد در موردش تاکید بشه. دومی که همونجور که شما گفتید از مرز از ساحل برای 10 مایل بین ایران و روسیه این قرار گذاشته شده بود که مال اون کشور باشه، مالکیت داشته باشه به علاوه حاکمیت و بعد اون مافه تفاوت که یک منطقه خیلی بزرگی میشه حاکمیت مشاعه در هیچ کجا هم عدد و رقم مطرح نشده. متاسفانه سیاستمدارانی که کوچکترین اطلاعی از الفاظ و واژه های حقوقی ندارن این رو اومدن و به صورت یک غلط مصطلح دائم تکرار کردن 50% 50% 50%. این 50%ی نیست، این چون دو تا فقط شریک وجود داشته این غلط مصطلح به وجود اومده که این 50% نخه، این مشاعه. یعنی شما در تمام این
حاکمیت دارید، نه که این تقسیم شده 50%. ولی برای اینکه من اینو خیلی ساده برای دوستان بگم، مثل اینکه شما در یک آپارتمان مثلا 5 طبقه راه پله دارید، این راه پله که مال کسی نیست، بین این راه پله که شما نمیتونید خط بکشید که این مشاه مال همه هم هست و این قابل افراز کردن نیست. من اینو به دوستان تکرار میکنم، حاکمیت با مالکیت فرق میکنه. ایران تا 10 مایل مالکیت داشته که اون وقت ماهیگیری و کشتیرانی و نمیدونم شیلات و اینا بوده، حاکمیت داشته در اون ماف تفاوت که تمام دریای مازندران بوده و الان هم اون حاکمیت میتونه اعمال بشه. و متاسفانه این سیستم صحبت کردن از دوران آقای رفسنجانی شروع شد، یعنی کسی که کلید یک همچین صحبتی رو زد آقای رفسنجانی بود، اونم در زمانی که خامنه ای مترسک بود، یعنی زمانی که رفسنجانی رئیس جمهور بود رهبری اصلا وجود نداشت، خامنه ای مترسک بود. عامل این کار هم ولایتیه، یعنی الان رفسنجانی که مرده و ولایتی که الان شده وزیر خارجه غیر رسمی آقای خامنه ای، اصلا اینا حرف نمیزنن، در حالی که اینها آغاز کننده این صحبت بودن، اونم در زمانی که ایران در صحنه بین‌المللی به خاطر اعمال تروریستی که اومده بود و سران اپوزیسیون رو قتل عام کرده بود، کشته بود، یه وضع خیلی ضعیفی داشت. اینا رفتن در اون مذاکرات که نشستن یهویی به صورت داوطلبانه عنوان کردن که بیاید 20% بکنید. یه چیزی هم اینجا من عرض بکنم که آقای حمیداس باوند تشویق کننده این روش بوده در وزارت خارجه، ایشون کارمند سابق وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده، ایشون عنوان حتی کرده که ما حتی اگر این 20% رو بهمون ندن بریم به دادگاه های بین المللی شکایت بکنیم 20% رو بگیرید. با عنوان یه حقوقدان من عرض میکنم به تمامی دوستان، هم عنوان این مطلب از سوی آقای حمیداس باوند تعجب آوره، اگه آدمی حقوقدان هست یه همچین مسئله رو مطرح بکنه، همین که پیشنهاد ایشون که بریم دادگاه بین المللی بسیار اسباب تعجب یه حقوقدان حرفه‌ای میشه، چون در دادگاه بین المللی اصل بر انصاف و حکم بینابینیه، یعنی شما برید در اونجا شما اون سهم حق حقوق ایران بهتون داده نمیشه، در اونجا اصل و اینه که این انصاف بین همه بر ایجاد بشه، یعنی فلسفه این است که همه احساس بکنن برده، هیچ کس در اینجا نباخته، و دوم این رو بین و بینی انجام بدن، یعنی یه مقدار از شما از دست بده، یه مقدار هم اون یکی از دست بده و بعد این رو خیلی سریع سرانجام برسونن. به همین دلیل بقیه این صحبت رو من فکر کنم در روز چهارشنبه در خدمت شما خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد. من همینجا از تمامی شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و جوانان ایرانگرای ایران، سیاوشان ایران، تمامی شما عزیزان رو به یزدان پاک ایران میسپارم. من هم سپاسگزاری میکنم، در صورت از حالا اعلام میکنم چهارشنبه بحث بسیار بسیار پر هیجان و پرتنش و آگاهی دهنده است. سپاسگزارم. We'll be right back.